به نام خدا. سلام هموطنان عزیز و ارجمندم، ایرانیان گرامی، ورزشکار و ورزش دوست، خصوصا بینندگان برنامه دیرپای ورزش و مردم. در جمعه دیگر از پاییز 1401 با شما هستیم با ورزش و مردمی دیگر. در طول هفته اتفاقات مختلفی در جهان ورزش و به خصوص در ورزش ایران اتفاق افتاده، رخ داده. میخواییم به بعضی هاشون در حد توانمون بپردازیم. یکی دو تا مورد مثل تیم ملی فوتسالی که در آستانه قهرمانی مجدد هست در رقابت‌های آسیا در کویت، راجب اون صحبت خواهیم کرد. راجب لیگ بسکتبالمون، راجب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و مجامع انتخاباتی که برگزار می‌کنند و خیلی بیشتر راجب لیگ برتر فوتبال و نکات دیگه. همه و همه رو در برنامه امروز می‌بینید. قبلش بریم یه سر بزنیم ببینیم که در میدان چه خبر بوده در ورزش کشورمون در این یک هفته گذشته. بله، این خبر آخریه خیلی آدمو به فکر فرو میبره. بگذاریم، دیگه برتر بسکتبال کشورمون هم هفته سومش رو پشت سر گذاشت. ما هنوز تو دور جدید، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال فرصت این رو پیدا نکرده بودیم که بپردازیم به بسکتبال. میدونید که حالا فوتبال رو بذاریم کنار، بعد از والیبال و شاید کشتی، بسکتبال جزو مهمترین رشته‌های ورزشی که داره دنبال میشه، جایگاه خودش رو داره، سودی که به المپیک داشت، همه اینا جرقه‌ای رو ایجاد کرد و لیگ منظمی که داره برگزار میشه. دعوت کردیم از جناب آقای محمد رضا اسلامی، از کارشناسان و مربیان خوب بسکتبال که امروز در خدمتشون باشیم، زمینی که خودشون هم تیم دارن در لیگ، اما بیشتر از این منظر که به هر حال به عنوان کارشناسی که از نزدیک بسکتبال رو دنبال میکنن. خیلی خوش آمدید قربان. عرض سلام دارم جناب یوسف، خدمت جناب علی و همینطور همکارانتون و همه بینندگان برنامه خوب ورزش مردم، خدمت شما هست. آقای اسلامی عزیز، لیگ بسکتبالمون اولا از اینجا شروع بکنیم که از 16 تیم به 12 تا کاهش پیدا کرده، آیا در افزایش کیفیت تأثیر داره یا اینکه نه مسائل اقتصادی و اینا باعث شده که مقدار منصرف بشن یا تیم‌ها کم بشن؟ جناب دوستو، من فکر میکنم که هم بحث اقتصادی که شما میفرمایید تاثیرگذار بوده، که خب چند تیم به دلیل مسائل اقتصادی و سیاست‌های خود باشگاه به اصطلاح حذف شدن، مثل اکسون تهران، مثل سپاهان. حالا سپاهان بحثش سیاست‌های خود باشگاه بوده که تیم داری نکنه در بسکتبال، ولی خب یه سری تیمام به اصطلاح خود لیگ ما تقلیل پیدا کرده به 12 تا. بیشتر نگاه فدراسیون این بوده که بحث کیفی سازی بوده. آها. که بازی هایی که ممکنه حالا از کیفیت پایین تری برخوردار باشن در طول لیگ، این بازی ها دیگه انجام نشه، چون خروجیش برای تیم ملی، بازیکنان ملی و بعضا برای باشگاه هم هزینه بر هست، به دلیل هزینه های سرسام‌آوری که الان خود شما در جریان هستید که واقعا باشگاه ها گریبانگیر هستن. اضاعت خود ما به لحاظ فنی، اون خود برداشت خود شما اینه که ما 12 تیم رو میتونه حمایت بکنه یا حتی به اضاعت 16 تیم شدن رو هم در سطح اول بسکتبال داریم؟ اضاعت انسانیمونو دارم عرض میکنم. اگر که یه نگاه توسعه کمی داشته باشیم نسبت به این مسئله، با توجه به اینکه خب ما 32 تا استان داریم و بعضن برخی از استانهای ما از گذشته صاحب بسکتبال بودن، یعنی استانی مثل خوزستان یا استانی مثل اصفهان، خب استانهایی هستن که، یا خراسان، استانهایی هستن که میتونن 2 یا 3 تا تیم حتی در لیگ داشته باشن و از نظر توسعه کمی به نظر من بضاعت وجود داره و میتونیم این اتفاق بیفته. اما چون نگاه فنی صرفا در این قضیه درگیر بوده و به تبع اون اتفاقاتی که در لیگ دسته یک ما افتاده، به نظر من مکمل این قضیه هست که اون توسعه کمی هم نگاه شده. یعنی ما الان در لیگ دسته یک ما 2 تا لیگ تشکیل شده، یه لیگ حرفه‌ای داریم که اونجا هم بازیکنان خارجی میتونن جذب شن، به باشگاه اضافه بشن، و یه لیگ ملی داریم. بله. که در لیگ ملی ما دیگه بازیکن خارجی وجود نداره و بیشتر بضاعت تیم‌ها در نیروهای بومی خودشون خلاصه میشه. و در لیگ‌های پایین‌تر، دسته جات دسته 2 و زیر گروه هم، رده سنی رو مطرح کرده فدراسیون که بتونه یه نگاه جامعی نسبت به اصطلاح
تمام استان‌ها داشته باشه. خب قطعاً برخی استان‌ها رو خود شما اشراف دارید که بضاعت مالی برای تیمداری در سوپر لیگ ممکنه نداشته باشن. چون اسم 12 تا تیم هم می‌بینیم، یه سری رفتن و دیگه یه سری هم اومدن انگار. آره خوشبختانه تیمایی مثل آبیج صنعت، تیمی مثل کاله مازندران، تیمی مثل نبوغ عراق، توفرقان آذرشهر، محرام تهران، تیمایی هستن تقریبا ما 5 یا 6 تیم از این 12 تیم رو می‌بینیم که باشگاه خصوصی هستن. خب این اتفاق خیلی خوبیه. اتفاق خوبیه. فوق العاده اتفاق خوبیه. و تیم‌های دیگه‌ای هم که وجود دارن مثل کرمان، مثل رفسنجان، نفت آبادان، ذوب‌آهن اصفهان، اینها هم تیم‌هایی هستن که فوق العاده باشگاهن. یعنی از نظر باشگاهی من فکر می‌کنم صاحب برنامه‌ن، صاحب زیرساختن که خب خیلی می‌تونن به بخش توسعه بسکتبال در لیگ برتر ما کمک کنن. من فکر می‌کنم که تو همین سه هفته‌ای که آیا یوسفی بازی‌ها برگزار شد، شب گذشته شما نتایج اگه دنبال کنید 4 بازی با یک اختلاف تموم شد. یعنی بازی، یعنی سطح تیم‌ها هم نزدیک‌تره شده. بله، اون 4 تیمی که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که امسال کنار گذاشته شدن یا نیستن در لیگ ما، بازیکنان خوب این تیم‌ها اومدن تقسیم شدن توی تیمای دیگه. حالا ما 2-3 تا تیمو داریم که با توجه به سرمایه‌گذاری که انجام دادن و نگاهی که به اصطلاح سکو دارن، خودشون از بقیه جدا کردن. اما در نیمه دوم جدول و در به اصطلاح قسمت سوم، یعنی به 3 قسمت تقسیم کنیم ما جدول مسابقاتمون رو، اونجا واقعا بازی‌ها خیلی نزدیکه و این زد و خورده قطعاً تا انتهای لیگ هم ادامه خواهد داشت. میدونم که خودتونم مربی تیم مثل کرمان هستید. نه. ولی مدعیان لیگ امسال کیا هستن به نظرتون؟ آقای یوسفی، اگه بخوایم روی کاغذ نگاه کنیم، تقریباً ملی پوشه 80% ملی پوشه ما توی 3 تا تیم به اصطلاح امسال جذب شدن. شهرداری گرگان، ذوب‌آهن اصفهان، محرام تهران. یعنی تقریباً عمده بچهای ملی ما توی این 3 تا تیم تقسیم شدن. بعد از این دو تیم، تیم نفت آبادان، کاله مازندران، خود کاله هم تیمیه که بازیکن ملی جوان خوبی رو جذب کرده، تیم خارجی خیلی خوبی رو، سرمایه گذاری خیلی خوبی رو امسال انجام داده. و تیم‌های به اصطلاح بعد از این 4-5 تا تیم، تیمایی هستن که 4 تا تیم میتونیم بگیم که یه سطح برابری دارن، هم تو سرمایه گذاری هم تو جذب بازیکنای ملی پوش. و 3-4 تا تیم هم که به اصطلاح بیشتر نگاه بومی داشتن به این قضیه و سعی کردن نقاط ضعفشون رو با جذب بازیکن خارجی پوشش بدن. من فکر میکنم که از نظر کیفی اون چیزی که دنبالش بودیم قطعا بهش میرسیم امسال. گرچه فرصت آماده سازی هم خیلی کم بود برای تیم‌ها، چون فکر میکردم تیم‌ها همه که مثل روال سال گذشته ممکنه در انتهای مهما بازی برگزار شه، اما به دلیل پنجره‌های مسابقاتی جهانی که تیم ملی ما داشت، فدراسیون میخواست که واقعا بچه‌ها رو وارد مسابقه بکنه. بله. زودتر، و این اتفاق افتاد. الان سه هفته بازی برگزار شده و واقعا دیشب یه شب واقعا میتونیم بگیم خیلی خوبی برای همه بسکتبالی‌ها بود. یعنی 4 بازی با 1 اختلاف توی بسکتبال بازی تموم بشه نشون میده که چقدر این تیم‌ها به هم نزدیکن و چقدر کیفیت فنی اینجا حرف میزنه و به اصطلاح نشان دهنده توان تیم‌هاست. امیدوارم که همین روال ان شاءالله داشته باشیم. البته یه وقفه 35 روزه داریم به دلیل مسابقات تیم ملیمون. بله. و بعد از اون دوباره بازی‌ها ادامه پیدا می‌کنه که قطعاً توی ران دوم ما یوسفمون قطعاً بازی‌های به مراتب بهتری رو خواهیم داشت. صحبت از تیم ملی کردید، این لیگ الحمدلله اونقدر پویا هست که فکر کنم نسل جدیدی رو یا بازیکنان جدیدی رو تولید بکنه و به تیم ملی معرفی بکنه. فکر میکنید اون پویایی رو داره با این تعریفی که دارید میکنید؟ به نظر هست قطع یقین این مسئله اتفاق خواهد، کما اینکه این اتفاق افتاده. آقای یوسفی، شما اگه خودتون خب از خبرگان و کارشناسان به اصطلاح ورزشی هستید و از نزدیک دنبال میکنید، بعد از تغییر تحولاتی که در رأس کادر فنی تیم ملی ما به اصطلاح صورت گرفت ظرف 2-3 ماه گذشته، خب واقعا شاید نزدیک 40% 30% 35 تا 40% نفرات تیم ملی ما جاشون رو به بازیکن جوان‌تر دادن و این اتفاق خوبیه و قطع یقین این جوان‌ها از لیگ میتونن آورده خیلی خوبی رو داشته باشن برای تیم ملی ما که انشالله بتونیم اون نسل طلاییمون رو دوباره بازسازی کنیم و انشالله پشتوانه خیلی خوبی رو داشته باشیم برای تیم ملی. انشالله. زمینی که حالا یکی از بازی‌های لیگ رو هم داریم می‌بینیم، یه تغییری هم که ایجاد شده، سازمان لیگ بسکتبال هم وارد شده، یعنی برای اولین بار مدیریت این قصه رو به عهده گرفته. فکر می‌کنید این تحول چقدر مهمه تو این قصه؟ آقای یوسفی، خود شما می‌دونید در فوتبال این اتفاق افتاد سالیان گذشته و این برونسازی برگزاری مسابقات یه بار خیلی سنگین رو از دوش
رئیس فدراسیون و برنامه‌ریزای کلان فدراسیون برداشت و خیلی کمک کرد برای منظم سازی برگزاری مسابقات، برای پیگیری مطالباتی که بعضن باشگاه‌ها می‌خوان داشته باشن، بازیکن‌ها ممکنه داشته باشن، مربی‌ها ممکنه داشته باشن و حتی داورای ما. من فکر می‌کنم این برون سپاری رو آقای مهندس داوری خیلی به راحتی، من فکر می‌کنم، یعنی اتفاق افتاد، صحبتی که چندین سال می‌شد و همه دنبال این بودن که این اتفاق بیفته، ولی من فکر می‌کنم تو در یه زمان خیلی کوتاه و تو فاصله شاید یکی دو ماه این تصمیم گیری در هیئت رئیسه اتفاق افتاد و این برون سپاری انجام شد، سازمان لیگ تشکیل شده و میدونم حتی مجمع باشگاه هم تشکیل شده، چند جلسه هم داشتن، قرار مجمع مربیان به اصطلاح تشکیل بشه، بازیکنان به همین صورت. من فکر میکنم اینا اتفاقات خوبیه، به دلیل اینکه وقتی یه برنامه با مؤلفه های مختلفی به اصطلاح برنامه ریزی میشه طبیعتاً باید برون سپاری بشه، یعنی یه بخشی از این مدیریت برون سپاری بشه و اتفاق خوبی که میفته دیگه ما اون درگیری به اصطلاح سیاست گذار کلان فدراسیون رو در کارهای خیلی جزئی، مثلا حالا ساعت این بازی بخواد تغییر کنه. یعنی قبلا اینطوری بود که حتما باید مستقیم با خود رئیس فدراسیون ارتباط میگرفتن و این اتفاق میافتاد، ولی خوشبختانه سازمان لیگ من فکر میکنم که رفته رفته و قطعا در نفس دوم به مراتب قدرتمندتر و انشالله سال آینده با برطرف کردن نقاط ضعفی که وجود داره و بعضا نیاز سنجی و نیاز سازی هایی که قطعا در ادامه اتفاق میفته، ما فکر میکنم که لیگمون هم قدرتمندتر، هم با کیفیت بهتر و هم منظمتر انشالله برگزار بشه. دارم میبینم بدون تماشاگر بود بازی های این هفته. حیفه، انشالله که با این سطح کیفی که شما میگید و بازی های نزدیک تماشاگرم به این بازی ها تزریق بشه، فکر میکنم شور و حال بیشتری رو ایجاد میکنه، به خصوص بعضی تیم ها هم تو اصفهان اینا، هم تو گلستان و مازندران تیم در واقع تماشاگران خیلی پرجوش و خروشی داریم، حتی تهران هم میان. از بله آقای یوسفی، بسکتبال همونطور که خودتونم فرمودید در کنار سایر رشته های توپی، نه در کشور ما، در اقصا نقاط دنیا، چون من خودم افتخار داشتم در المپیاده دانشجویی باشم، در مسابقات المپیک باشم، بعد دیدم که واقعا بسکتبال جزء رشته هایی که شاید هویت برخی از کشورها رو واقعا تشکیل داده و خانواده ها خیلی علاقه مندن که فرزندانشون رو به اصطلاح به رشته بسکتبال به اصطلاح هدایت کنن و سوای گرگان و اصفهان، باور شما بکنید در خود کرمان، در خود رفسنجان، در خود سیرجان، در خود هرمزگان، در خود آبادان، واقعا تماشا نیست، سالون جای سوزن انداختن نیست، به دلیل اینکه خب شما حساب کنید یه ورزشی که در طول یک ساعت و نیم زمان مفیدی که بالاخره به اصطلاح طول میکشه، یه بازی بسکتبال بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و جز ورزشی که اصلا مساوی نداره، یعنی اینقدر باید ادامه پیدا کنه تا یه تیم برنده شه و شاید توی بازی معمول نزدیک 150 پوان حداقل رد و بدل شدن، خب هیجاناتیه که واقعا نمیشه بهش توجه نکرد و مردم دوست دارن. حتی جالب اینجاست که ما خودمون تو بازی هفته گذشتهمون تعداد هندبالیستا و فوتبالیستا و والیبالیستایی که در کرمان به اصطلاح در معیت تیما بودن از تماشاچی بسکتبال ما بیشتر بود، یعنی دوست دارن، واقعا رشته جذابیه. امیدوارم که این اتفاقی که شما فرمودید بیفته و از هفته آینده شاهد این باشیم که تماشاگران بیاد. و در وضعیت مثل کرمان هم بگی خودتون. حالا ما امسال سیاستمون آقای یوسفی با توجه به اینکه تیم فوتبالمون هم امسال به لیگ برتر بعد از فکر می‌کنم 10 12 سال به لیگ برتر اومد، متأسفانه یه بودجه کلی باشگاه کاهش پیدا کرد و اون افزایش متناسب با نیاز لیگ برتر در اختیار هیئت مدیره و مدیر عامل قرار نگرفت. برای همین ما دو تا هدف، منظورتون بودجه رو فوتبال خورد همینجوری؟ نه در اصل ببینید، اتفاقا آیو سفی اتفاقا یکی از باشگاه‌هایی که سعی کرده به اصطلاح مسابقات رعایت کنه. اما به نسبت تیم‌های دیگه مقایسه می‌کنی؟ بله. بودجه خیلی بودجه کمی میشد. کل بودجه باشگاه ما با 70 تا تیم درگیره باشگاه ما هستن، شاید به اندازه شاید مثلا نصف بودجه یه تیم فوتبالی که الان در لیگ برتر داره بازی میکنه. اما سیاست ما این بود که ما با حداکثر نیروی بومی حرکت کنیم. ما الان تقریبا 8 بازیکن بومی در جمع تیممون داریم. خب این اتفاق خیلی خوبیه. بله. ما بازیکن 16 ساله شما و 18 ساله داریم. قرار نیست همه تیم‌ها برای مثلا قهرمانی بسته بشن. خیلی از تیم‌ها برای بازیکن‌سازی و نشون دادن بازیکن‌ها که میتونه ارزش بالاتری داشته باشه و آورده
کارکرده بیشتری داشته باشه. دقیقا. سال بعد این بازیکن‌ها به عرصه برسن و استانداردهای لازم و قیمت بالاتری پیدا بکنن. 100%. ما الان دو بازیکن 16 ساله در معیت تمرینات تیممون داریم. باید. دو بازیکن 18 ساله داریم و پنج بازیکن زیر 23 سال در جمع تیم ما هستن که اکثر این بازیکن‌ها بازیکن‌های بومی هستن. دقیقاً همون هدف ترسیم شده. هدفی که ترسیم شده واقعاً حضور آبرومند انشالله و توسعه این بچه‌ها و در آینده انشالله با توسعه بودجه که داریم در سال‌های آینده. 30 ثانیه یه دقیقه چون وقتمون هم گذشته. راجع به تیم ملی، واقعاً تیم ملی جای نگرانی داره. یه مقدار به هر حال همه رو نگران کرده وضعیت تیم ملیمون. ما یکی دو تا بازی رو یوسفی دور از باور واقعا از دست دادیم. البته دور از باور که میگیم روی کاغذه، خود شما ورزش قهرمانی میدید، کشورها دارن سرمایه گذاری میکنن و واقعا بازیکن های دو ملیتی رو در اختیار گرفتن، بازیکن های امریکایی رو تبعه خودشون کردن و الان این اجازه رو فیبا داده حتی تا 2-3 بازیکنی که پاسپورت اون کشور رو دارن در معیت اون تیم ها باشن. یه ذره ما سورپرایز شدیم، ولی من فکر میکنم جای نگرانی ان شاءالله نیست و توی این دو تا پنجره ان شاءالله جام جهانی مون مسجل میشه. واقعا مثلا ممکنه فرق حسن و حسین اینا نبوده، مصطفی هاشمی و نمیدونم سعید ارمغان اینا، به نظر میسه به کلیت تیم برمیگشته. یعنی خیلی به سرمربی، یعنی میخوام بگم اگر مشکلی بوده ظاهرا یک روندیه این مشکل. ببینید آقای یوسفی، ما شاید نزدیک 10-12 سال، من خیلی کوتاه بگم، متاسفانه تزریق خوبی نداشتیم. آها. به تیم ملی. دلیلش هم این بوده که ستاره هایی که داشتیم واقعا فوق ستاره بودن، برای همین نتونستیم اون به اصطلاح پروسه بازیکن سازی رو در سطح مسابقات، شاید در سطح سازندگی انجام دادیم، ولی اینا تو مسابقات بین‌المللی بیان و بازیکن بشن. و همیشه نگاهمون به جوانگرایی شاید یه نگاه پروژه‌ای بوده که یهو یه سری برن یه سری بیان. اما الان این نگاه واقعا، ما الان تیم ملی نوین رو تشکیل دادیم پشت تیم ملی الف که این تیم زیر 25 ساله، یعنی حتی ما بازیکن 26 ساله هم نداریم و خودش این بعد سه تا جنریشن یا سه تا نسل به اصطلاح سنی ما این تیم رو تشکیل دادیم، بازیکن 16 تا 18 سال، 18 تا 20 سال و 20 تا 25 سال، که ما بتونیم هر دو سال یک بار حداقل دو سه بازیکن مستعد رو در اختیار سرمربی تیم ملی بگذاریم. خیلی متشکرم. برای اینکه من منظورم بد برداشت نشه، منظورم این بود که خب خیلی ها معتقدن که مثلا آقای هاشمی هم بود، مصطفی هاشمی هم بود، عوض شد اتفاق خیلی بهینه و خیلی فوق‌العاده‌ای رخ نداد. یعنی بعد فهمیدیم که واقعا از کادر فنی اینا نبود، اگرم چیزی بوده یعنی ممکنه به بضاعت بسکتبال ما در این مقطع برمیگرده. آقای یوسف، من خدمت شما عرض کنم، هم آقای هاشمی هم آقای ارمغانی جزو بهترین های ما هستند در ایران و سایر مربیایی که آقای شاهین تپ قبل از ایشون بوده، آقای حاتمی، آقای کوهیان، واقعا مربیای ما به نظر من جزو مربیایی هستند که میتونیم واقعا با مربیای اروپایی واقعا اینا رو مقایسه کنیم. من به ذرس قاطع به شما میگم، چه از نظر دانش و چه از نظر نگاهی که واقعا دارن به تیم ملی و ملی نگریشون، چون همشون قهرمانای ملی ما بودن. اما در هر صورت خب برنامه که فدراسیون داره برای این جوانسازی تیم و پشتوانه سازی، شاید به این باور رسیدن که بتونن با یه تفکری که حالا این نگاه رو ممکنه داشته باشه ادامه بدن و این اتفاق هم افتاده. الان نزدیک 30%، 35% از بچهای تیم ملی ما تغییر کردن و بچهای جوان اضافه شدن. امیدواریم که این روشی که در پیش گرفتن جواب بده، نتیجه بده، چون ما دوست داریم که تیم ملی قدرتمندی داشته باشیم. آقای اسلامی عزیز، خیلی متشکرم، براتون آرزوی توفیق. ممنون که با ما همراه بودید. بچه‌ها گزارشی هم از مسابقات لیگ هفته سوم تهیه کردن که به عنوان حسن ختام این بخش اون رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. خیلی محبت کردید. سپاسگزارم.
خوشحال هستیم که بچه‌های ما به هر حال نتیجه بازی رو گرفتن. من فکر می‌کنم که انشالله با بازی بعدی و بعدی و بعدی بچه ما هر روز هماهنگ بهتری رو کسب می‌کنن. تیم آبی صنعت هم بسیار تیم خوبی بود. تیم بسیار خوبی هست. کادر خیلی خوبی هم داره. اونا هم خیلی خوب بازی کردن. حالا خوشحال هستیم که بچه ما به هر حال پیروز میدان بودن. They played against the champion of Iran. Gorgan is very strong team. ما در مقابل تیم قهرمان ایران بازی کردیم. ما در تمام مدت بازی بهشون نزدیک بودیم. پا به پای اونا اومدیم بالا، ولی یه سری اشتباهات کوچیک داشتیم که این باعث شد بازی رو ما از دست بدیم. And we small mistakes caused that we lost the game. اول از همه که خدا رو شکر بازی رو بردیم. بازی رو ما تو تهران انجام دادیم امروز. وان کی میتونستیم میزبان باشیم تو شهر داری تو شهر گرگان، ولی خب تو تهران تمرین زیادی هم نداشتیم. اینجا ما خوشبختانه پرید اول خیلی خوب شروع کردیم، ولی خب تیم مشهد تیم خیلی خوبیه، بازیکن خارجی داره، کادر فنی و مربی خارجی خوبی داره و بازی تونستن با ما پای پا بیان بالا و ما حالا با صداشو تونستیم همونجوری که کادر فنی ما توی نیمه با ما توضیحاتی دادن بازی بگیریم و خداشو بازی ببریم. بازی اول یه خود مچاپ تیمی و هماهنگی تیمی کمتر بود. تیم مشهد هم خیلی خوب بازی کرد، علی‌رغم اینکه ما بازی هم پیش افتادیم، ولی خب تونستیم که با تجربه‌ای که داشتیم این بازی رو به نفع خودمون به پایان برسونیم. انشاءالله بازی بعدی هم که توی تبریزه با نتیجه خوب به پایان برسونیم تا بازی بعدی که توی گرگانه بتونیم جلوی تماشاچی خونگرم گرگان بتونیم نمایش قوی بروز بدیم. بازی خیلی خوبی بود، ما نمایش خیلی خوبی و جلوی مدافع عنوان قهرمانی به نمایش گذاشتیم و حتی لایق بردن بودیم. متاسفانه اشتباهات فردی و تیمی هم تو دفاع هم تو حمله باعث شد که با اختلاف کم این بازی رو واگذار کنیم. هفته دوم لیگه و ما تمرینامون رو ادامه میدیم تا پنجره مسابقات پنجره تیم ملی و اون موقع با برنامه‌هایی که داریم میتونیم در مورد جایگاهمون در جدول صحبت کنیم. نحوه برگزاری مسابقات حالا نسبت به سال قبل بهتر شده، چون بازی ها رفت و برگشت شده و میتونیم جلوی تماشاچی هامون بازی بکنیم. هر کسی هر تیمی بتونه جلوی تماشاچی خودش به یه پوهن مثبتی واسه هر تیم علاوه بر داورین ها کلن مشکلی نداریم. داوران بهترین داورای آسیا هستن و همیشه هم سود زدن و قابل احترام هستن. انشالله که واسه هر تیمی بهترین اتفاقا بیفته و به دور از مصدومیت و حاشیه. غیر از تیم شهرداری گرگان که خیلی پرمهره هست، فکر میکنم بقیه تیما بازیکن ها به خوبی پخش شدن توی تیما و همه بازی ها جذاب هست. هرچند که بازی ما با شهرداری گرگان هم بازی پایاپای بود، هیچ بازی از قبل قابل پیشبینی نیست و باید بریم داخل بازی ببینیم چی میشه. فقط این رو خدمتتون عرض بکنم، این گزارش مربوط به هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بود، دیدار بین شهرداری گرگان و پارسای مشهد که در واقع این رو ملاحظه فرمودید. اما از لیگ برتر بسکتبال می‌خوایم بریم به لیگ برتر تنیس، اون هم فینالش که هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در واقع برگزار شد. یه گزارشی تهیه شده از فینال لیگ برتر تنیس یا لیگ تنیس کشور، این رو هم به اتفاق ببینیم.
مرتضی توسلی هستم، سرمربی تیم ویل سرویسز ایران و تونستیم این مسابقات لیگ برتر که بعد از مدت طولانی دوباره برگزار شد مقام اول کسب کنیم. دو هفته پیشم تهران تو مشهد مقام اول لیگ دسته یک رو کسب کردیم. به نام خدا، من امیراسلام منتخب هستم از تیم ویل سرویسز ایران. خب خیلی خوشحالم که تونستیم مقام قهرمانی امسال مسابقات لیگ برتر کسب کنیم. سطح مسابقات خیلی خوب بود، وجود سه تا بازیکن خارجی به کیفیت مسابقات کمک کرد و خدا رو شکر که تونستیم قهرمان بشیم. علی طاهری هستم، مربی و بازیکن رد پدافند هوایی ارتش. ما تونستیم مقام دوم رو توی این مسابقات کسب بکنیم. 4 تا تیم از بازیکن‌های خارجی تو تیم ترکیب خودشون استفاده می‌کردن. ما واقعا میتونم بگم تنها تیمی هستیم که با بازیکن‌های ایرانی تونستیم تا این مرحله پیش بریم. محسن طاهری هستم، سرمربی تیم رد پدافند ارتش. مربی تیمم ما تونستیم در این دوره از مسابقات که بین 8 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار شد مقام دومو کسب کنیم. به نظر من این مسابقات بالاترین سطح مسابقات لیگ برتری بود که تا الان برگزار شده بود. قهرمانانی که از خارج تشریف آوردن رنکینگ دار بودن؟ بله، همشون جزء رنکی بین المللی خوبی داشتن و به سطح بازی کمک کردن. 4-5 تیم خیلی خوب بود تو مسابقات، بازیکنان خارجی بودن و سطح کیفی بازی خیلی بالا بود و خدا رو شکر تونستیم توی مسابقات مقام اول کسب کنیم. ما تونستیم 2 از این تیمایی که بازیکن خارجی داشتن رو از پیش رو برداریم و مقام دوم رو کسب کنیم و با نتیجه خیلی نزدیک دوم شدیم، چون هم دور رفت هم دور برگشت ما 2-1 نتیجه رو واگذار کردیم و میتونستیم حتی اول هم بشیم. 4 بازیکن داشتیم، یه بازیکن از مولداوی رنک 650، 3 بازیکن از ترکیه که بهترین بازیکن ما آقای کورای بود با 951. کیفیت مسابقات به نسبت این مدتی که برگزار نشد خوب بود از نظر تیم هایی که میگفتن و روی هم رفته بازی ها تونست نقش بسیار خوبی داشته باشن. تلاش کردن که تیم ها منظم بیان منظم برن. یکی از اتفاقات خوبی که افتاد برای من خیلی جالب بود، متحد و شکل بودن تیمایی بود که اومدن و تنیس رو یک شکل و شمایل دیگه داشت. بله، اما اجازه بدید اینو عرض کنم که تیم ملی فوتسال کشورمون این روزا میدونید کویته، در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده. دیشب رقابت نیمه نهایی رو هم برد، با اقتدارم برد. تیم نسبتاً جوان شده ما 5-6 تایلند رو برد و به فینال رسید و با ژاپن باید فینال رو برگزار بکنه. انتظار یک قهرمانی ترتمیز در آسیا که کم هم نداره تو کارنامهش برای فوتسالمون آرزو میکنیم و وحید شمسایی و تیمشونو. اما قصد داشتیم ارتباط تصویری برقرار بکنیم، نشد. ارتباط صوتی ما با محل برگزاری مسابقات و محمد رضا علیپور دوست و همکار اعزامیمون برقرار هست. آقای علیپور سلام میکنم به شما، از حال و هوای اونجا برامون بگید و احیانا ببینیم که صحبت های کیو میخواییم بشنویم. آقای علیپور سلام بر شما. سلام به شما جناب آقای استاد یوسفی، استاد ارجمندم، و سلام به همه همگنان بسیار خوب. انشالله که حالشون خوب باشه. بله، صدای بندر از کوویت داریم، محل برگزاری رقابت جام ملت‌های فوتسال آسیا، و این که همینطور که همه میدونن ما رسیدیم خدا رو شکر به دیدار نهایی تایلند رو شکست دادیم 5-0. همینطوری تمام بزرگان آسیا رو شکست دادیم. حالا دیگه رسیدیم به آخرین مرحله. انشالله فردا به سمت ایران سمت 23 دقیقه قرار هست که انشالله برابر ژاپن سفاری داشته باشیم و بتونیم یک بار دیگه از عنوان قهرمانیمون دفاع کنیم و جام قهرمانی بالای سر بریم. در کنار من انشالله دو تا از بلند قامتان تیم ملی فوتبال کشورمون هستن، دو دروازه‌بان فوق‌العاده درجه 1 آقا سعید
و آقا سینا که به ترتیب می‌خوام باهاشون صحبت کنم. آقا سینا سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت. و میدونم که دیدارهای سختی پشت سر گذاشتین، ولی هر دو تاییتون فوق‌العاده و درجه یکی. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، خدا رو شکر ما از روز اول پرقدرت شروع کردیم بازی‌ها رو، رسیدیم به مرحله نیمه نهایی، تونستیم تیم قدرتمند تایلند رو ببریم، رسیدیم به فینال. رقیب دیرینه ما تیم خیلی خوبیه، خدا رو شکر شرایطمون خیلی خوبه. ما ایران هستیم، ایشالله میریم برای قهرمانی تا کاپو برای مردم عزیزمون به ایران بیاد انشالله. ما با کمترین گل خورده رسیدیم به این مرحله و یه عملکرد فوق‌العاده در دفاع و دروازه داشتیم. خب خدا رو شکر این نتیجه تمام بازیکن‌ها کادر فنیه، ما هم دوتا گلریم، تمام زحمت‌های بچه‌ها رو انجام میدیم. ایشالله شرایطی پیش بیاد که بتونیم در بازی فینال هم گل نخوریم، ایشالله با قهرمانی تمام کنیم مسابقات. ایشالله خیلی ممنونم از شما، زنده باشی. با آقا سعید هم صحبت کنیم دیگر، لحروزان تیم ملی فوتسال کشورمون، که یه واکنش های فوق‌العاده ازش دیدیم که واقعا فکر میکنم حالا کسی نتونه اینطوری دروازه رو نجات بده. آقا سعید، نظر شما در مورد در واقع اتفاقات بازی دیشب برای تایلند؟ سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. خدا رو شکر شرایطمون خیلی خوبه. دیروز دو تا نیمه متفاوت داشتیم، نیمه اول کنترل بازی دستمون گرفتیم و نیمه دوم با تغییر تاکتیکی دادیم تونستیم تیم تایلند رو با افتراق 5 تا شکست بدیم. خدا رو شکر انشاءالله فردا بتونیم دل مردم ایران شاد کنیم و با کاپ برگردیم ایران انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، دم شما گرم. اما میخوام بریم به سراغ یکی از بهترین عقب‌گیرهای حال حاضر دنیا، علیرضا رفیع‌پور عزیز. فوق‌العاده هم عقب‌گیر خوبیه، هم گل خوب میزنه، شوت‌هاش فوق‌العاده است. و میخوام با ایشون هم چند لحظه همکلام بشیم. علی جان سلام، خسته نباشی. یه دیدار خیلی حساس داریم فردا برابر ژاپن، گام آخر و انشاءالله قهرمانی. با سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون و خدا قوت میگم خدمت شما که واقعا زحمت میکشید. خب خدا رو شکر بازی دیروز، بازی قبل فینال بود، نیمه نهایی با تایلند، رقیب دیرینه ما، که خدا رو شکر با درایت کادر فنی و حرفایی که کادر فنی دادن و اعتقادی که با بازیکنان داشتن، خدا رو شکر تونستیم با برد پشت سر بذاریم و به فینال برسیم که با تیم خوب ژاپن بازی داریم، رقیب دیرینه ما. ژاپن هم واقعا تیم خیلی خوبی هستش، نشون داده که چند بازی، دو سه تا بازی عقب افتاد، ولی با تجربه ای که داشته تونسته بازی رو برگردونه و به فینال راه یابه. انشالله بتونیم بازی فردا رو ببریم، قهرمان بشیم و با کاپ قهرمانی به ایران برسیم انشالله و دل مردم ایران رو شاد کنیم انشالله. خیلی ممنونم ازت، خسته نباشید. خدا قوت. میگه مهدی اسدچیر جنگنده پرتوان تلاش کرد ارتباط ما برقرار رو با مردم ایران به صورت زنده مستقیم از طریق برنامه ورزش و مردم. صحبت شما رو داشته باشیم در مورد تقابل فردا. خدا رو شکر دیروز بازیمون رو تونستیم ببریم با تایلند. تایلند نیمه اول خیلی با فشار رو ما بازی کرد، حالا خدا رو شکر نیمه دوم با تدارک کارت فنی اندیشیدن تونستیم اون بازی هم با اختلاف ببریم. انشاءالله آماده میشیم برای بازی با ژاپن که رقیب سنتی تیم ملی فوتسال ایرانه. انشاءالله اون بازی هم ببریم و قهرمان آسیا بشیم انشاءالله. ممنونم ازت. من همینطور دارم تو سالن میچرخم آقای یوسفی، بچه‌هاشون دارن آماده میشن برن برای آخرین تمرین پیش از تقابل فینال برابر ژاپن. مهدی کریمی هم اینجاست با ما، مهدی متفکر تیم ملی فوتبال کشور ما. مهدی جان سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان. خدا رو شکر بازی خیلی خوب بود، نتیجه 5-0 تیم خوب تایلند شکست شدیم و به فینال رسیدیم و با تیم ژاپن که تیم خیلی خوبیه، بازیکنان با تجربه داره تیم، هم همه بچه ها آمادن. انشاءالله که بتونیم با کاپ به ایران برگردیم انشاءالله. ممنونم ازت، به خدا قوت میشم انشاءالله که صدا در عملکرد داشته باشیم. بریم به سراغ کادر فنی. جناب آقای چابوت سفالمنش عزیز، دکتر سفالمنش هم الان اینجا هستن و میخوایم که صدای شما رو برای مردم ایران داشته باشیم، فهم شما رو پیش از تقابل فردا از طریق برنامه ورزش و مردم بسات بزنید. به نام خدا، منم خدمت همه هموطنان عزیز و دست اندرکاران خوب برنامه ورزش مردم سلام و عرض ادب دارم. ان‌شاءالله دعا بکنن که فردی تقابل خیلی خیلی خوب و جدی رو خواهیم داشت مقابل ژاپن. از هر حیث آماده هستیم، بچه‌ها با تمام توانشون ان‌شاءالله جلوی ژاپن سفارایی خواهند کرد و ان‌شاءالله به امید خدا با کسب یک نتیجه درخشان و همینطور عنوان قهرمانی بتونیم اندکی دل مردم عزیزمون رو شاد بکنیم ان‌شاءالله. خیلی ممنونم از شما. بریم به سراغ پزشک تیم. خدا رو شکر ما مصدوم و اتفاق خاصی نداریم، همه سر حالن و خدا رو شکر بدونیم مصدوم و حالا حتی کوچکترین
اتفاق خاصی هم نبوده. میخوام صحبت کنم با جناب دکتر نصر عزیز پزشک که تیم ملی فوتبال کشورمون. خسته نباشید. خود آقای به شما ارتباط برقرار خوب برنامه بعدش برنامه به صورت زنده. سلام خدمت همیهنان عزیز. عرض ظهر بخیر به وقت ایران. خدا رو شکر دیروز تونستیم بازی نیمه نهایی رو با قدرت سنجش از تایلند ببریم. بچه‌ها بسیار سر حال هستن. خدا رو شکر مسئولیتی نداریم. همه بچه‌ها سر حال آماده برای بازی فردا شب ان شاءالله که با قدرت فینال رو هم برگزار کنیم و بتونیم ان شاءالله ژاپن رو هم شکست بدیم. من داشتم مسئولیتم. یه نگرانی کوچولی ما داشتیم به خاطر اون مسئولیتی که زمان در واقع رو زانوی محسن ملاقات به وجود اومد که دیشب بازی کرد. مسئولیت خدای نکرده تشدید نشده. همونطور که همینان دیدن توی بازی با ویتنام مسلم در اواخر بازی دچار یه مصدومیت زانو شد که خدا رو شکر که رسیدگیه که انجام شد، کارهای فیزیوتراپی که روش انجام شد، تونستیم به بازی دیروز برسونیمش و دیدیم که بهترین بازیکن زمین هم شد و دو گل هم زد. ماشاءالله با غیرت بچه‌ها، لطف خداوند و زحماتی که سایر بچه‌ها دارن می‌کشن ما تونستیم ان شاءالله بچه‌ها رو برسونیم و هیچ مشکلی نیست برای بازی فردا، هیچ مشکلی مسلم نداره. انشالله. خیلی ممنونم از شما. مطمئنم که با زحمات شما همینطور خواهد بود. سپاسگزارم. اما اتفاق جالب اینجا افتاده. سالار آقاپور داره همینطوری با دوربین ما میچرخه اینجا و صداش کردیم گفتیم آقا بیا اینجا. ما ارتباط زمین مستقیم داریم با مردم ایران از طریق برنامه ورزش مردم و میخوام نظر شما رو در مورد بازی فردا و البته عملکرد فوق‌العاده‌ای که توی مدت داشتی بشنوم. این شما اینم مردم ایران. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خودش بازیایی که دالان انجام دادیم همه رو با افتخار بردیم و پیروز شدیم و بازی دیروز تیم تایلند تیم خوبی بود و با احترامش به همه تیم‌ها قائلیم. ان شاءالله فردا بتونیم جلو ژاپن همون عملکرد خوب خودمون رو داشته باشیم. ان شاءالله بتونیم با دعای مردم ان شاءالله بازی ببریم و قهرمان بشیم و دل مردم رو شاد کنیم. ان شاءالله ممنونم از شما. خودتون باشین. خدا بهتون بده. استاد یوسفی عزیز اینم از صحبت برابشه تیم ملی فوتبال کشورمون. آقای علیپور خیلی ممنون. بنده در خدمت شما هستم. متشکرم و ممنون آقای علیپور. علارغمی که ارتباط ما تصویری نشد و یه گزارش کاملا رادیویی شد، ولی ماشاءالله با تبحری بله. که داشتی نذاشتی ما هیچ خلایی رو حس بکنیم. اگه با امیر کویت و وحید شمسایی هم صحبت می‌کردی دیگه بی‌نقص‌ترین و جامع‌ترین گزارش میشد. آقای علیپور انشالله تیم ملی ما فردا شب بتونه بله. من فکر میکنم اونجا هم از نزدیک داری دنبال میکنی، فکر میکنم بردن ژاپن البته حتما کار دشواریه ولی از پسش برمیان بچه ها انشالله. درسته آقای علیپور؟ حتما همینطوره جناب آقای یوسفی عزیز. بله همینطوره که شما میفرمایید صحیح. و یه نکته داره تیم ملی فوتسال ژاپن که نشون داده که تیمی هست که اهل بازگشت به بازیه. یعنی توی همین مسابقاتی که این دوره برگزار شد دو سه بار از تیم حریف عقب افتاده بود. همین دیشب برابر ازبکستان گل اول رو دریافت کردن و با دو گل به بازی برگشتن. تیمیه که هرگز دست از تلاش نمیکشه، حتی بدترین شرایط و کمترین زمان ممکنه که به بازی برگرده. همین کارو دیشب انجام دادن. ولی ما ایران هستیم آقای سفید، قطعاً برابر ما کارمون خیلی سخت‌تر است، مثلا ازبکستان. انشالله آقای علیپور با قهرمانی و با دست پر تیم ملی ما و شما همه برگردید به میهن عزیزمون. سلام ما رو به باقی بچه هم برسونید. دل ما پیش شماست و براتون بهترین آرزوها و بهترین دعاها رو داریم. ملت ایران همینطور. متشکرم. ممنون. خداحافظ. محمد رضا علیپور عزیز گزارشگر به همکار اعزامیمون به کویت، محل برگزاری رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا. برای حسن ختام این بخش یه سری هم بزنیم به بازی دیشب ایران و تایلند، بازی پای فینالشون، و بعدم یه سلامی عرض کنیم به عزیزانم در پخش شبکه یک. جایی نرید، ورزش مردم ادامه داره. دوستان عزیزی که در هفته های اخیر مسائل ورزش رو دنبال کردید، اصلا در این چند ماه گذشته دیدید که دائم فدراسیون ها به مشکل میخورن، مجامع انتخاباتیشون یا برگزار نمیشه یا حرف و حدیث دار میشه، شکل قانونیش رعایت میشه نمیشه، صدای فدراسیون جهانی مربوطش در میاد. امروز دعوت کردیم از جناب آقای حمیدرضا حسارکی عزیز از کارشناسان مدیریت ورزش که در خدمتشون باشیم و یه مسئولیتی هم خدمتشون در طول هفته سپردیم. گفتیم آقای حسارکی عزیز با توجه به تبحری که دارید برای ما در بیارید، ببینیم که چی شده که آقای حسارکی، چه مشکل لاینعلی وجود داره، چه تکلیفی
که غیر قابل انجامه به قول دوستان مالایوتاق که این دوستان وزارت ورزشونه از پسش بر نمیان، چرا مشکل به اینجا میکشه؟ فدراسیون ژیمناستیک یه طرف سوارکاری، یه طرف دوچرخ سواری، یه طرف خیلی ها هی به تأخیر میفته، میگن آقا منتظریم که مجمع ما برگزار بشه، تعیین تکلیف بشه. این مشکل از کجا به وجود میاد؟ اول سلام، بعدم که خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم برنامه وزین ورزش و مردم، و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. این فرصت رو فراهم کردید تا واقعا بتونیم یک بار به شکل اساسی این گرهی که هی داره کورتر میشه در واقع این رو بتونیم شلو باز بکنیم. و جناب آقای یوسفی، فراموش نکنیم عمل به قانون و عمل به اساسنامه ها، هر آنچه که مصوب شده، این خودش گره گشای تمام مشکلات ورزشه. ولی من فکر میکنم که متاسفانه با این داخل پرانتز فقط این رو عرض کنم که اساسنامه هایی که به نوعاً تیپ هستن، یعنی بله. با یکی دو تا بالا و پایین تقریبا شبیه همن، به استثناء حالا یکی دو تا. بله، حالا اون به هر حال یه اختزاعات بین المللی است که اگر رسیم در مورد اونم صحبت میکنیم. ولی من اعتقاد دارم که حتی همین چیزی که الان وجود داره، شورای محترم نگهبان مصوب کرده، ابلاغ شده، همین هم میتونه خیلی از مشکلات حل بکنه. گرچه اعتقاد داریم که به هر حال ابهاماتی هست، ایراداتی هم وجود داره که باید برطرف بشه، ولی متاسفانه مشکل ورزش ما این که مجامع فدراسیون ها دیر برگزار میشه، با چند ماه تأخیر. شما ببینید الان همین فدراسیون ژیمناستیک تا الان دو تا سه تا سرپرست داشته و بازم در واقع تکلیف مجمعش مشخص نیست. مرجع بین‌المللیش رئیسی که در سال گذشته به هر حال دورانش تمام شده رو همچنان به رسمیت میشناسه. در مورد دوچرخه سواری یک داستان داریم و شما اشاره کردید. من فکر می‌کنم اینا همه قابل حل هستش، مشروط بر این که ما بتونیم قوانین رو هر آنچه که هست انشالله کامل اجرا کنیم و سلیقه رو دخالت ندیم تو تصمیم گیری هم. یه نگاهی بکنیم به اساسنامه و اون چیزی که شما برامون آوردید یه مقدار بهتر مشخص بشه. خب همینطور که ملزم می‌فهمید، البته ما خیلی سعی کردیم متوجه به زمانی که در اختیار داریم و بحث هم خسته کننده نشه، اون رؤوس مهم‌ترین مطالب رو اینجا ارائه بکنیم. ما خیلی خوشحالیم بعد از 50 سال بالاخره ورزش کشورمون صاحب یک قانون جدیدی شد که در سال 99 در واقع شورای محترم نگهبان دیگه همه اون مراحل اداریش طی شد و به عنوان قانون شرح وظایف در واقع وزارت ورزش و جوانان و اهدافش ابلاغ شد که از این بعد دیگه تکلیف وزارت ورزش و جوانان مشخصه که اصولا در ورزش کشور چه انتظاراتی ما میتونیم از وزارت ورزش داشته باشیم، که حالا در ادامه ما این رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. منتظر آقا حامد صفحه بعد رو به ما بده. بله. خب ببینید، در ماده 3 اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان به طور مشخص اشاره میکنه که توسعه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی، ساماندهی و گسترش ورزش حرفه‌ای. و این جالبه، من در این مورد بحث دارم، ما در ساختار وزارت ورزش و جوانان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای داریم، ولی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی ما نوشته فدراسیون ورزشی آماتور. اینجا خودش یه تناقضه، یعنی فدراسیون ورزشی ما نمیتونه حرفه‌ای کار کنه ولی معاونش رو داریم اینجا و جزء وظایف هستش. ورزش تربیتی رو باید حمایت بکنه، ورزش بانوان طبیعتاً جزء اولویت‌ها خواهد بود، معنویت‌ها و ارزش‌های اخلاقی، منش پهلوانی که همیشه به هر حال از موضوعات و دغدغه‌های فرهنگی ما هستش، مبتنی بر آنچه که فرهنگ اسلامی و ایرانی میگه، و همینطور شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه ورزش باید ارتقا پیدا بکنه. اینا رؤوس اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان هست. حالا در ارتباط با آنچه که به عنوان در حوزه جوانان هم باید انجام بده، ملاحظه می‌فرمایید که ارتقای هویت دینی انقلابی و ملی جوانان، ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی. به هر حال ما جوانان سرمایه های ما هستند دیگه، اصلا نیروی انسانی در بحث مدیریت سازمان ها به عنوان یکی از اصلی ترین و ارزشمندترین منابع سازمان محسوب میشن. ما روی جمعیت جوان داریم و باید به هر حال برای اینا برنامه داشته باشیم. سبک زندگی باید اصلاح بشه، باید براش برنامه ریزی بکنن منطبق بر آنچه ارزش های اسلامی و ایرانی هست. و همینطور بحث مشارکت داوطلبانه مردم در امور جوانان که موضوع بسیار مهمی است، در این مورد خیلی میتونیم صحبت بکنیم جناب یوسفی، و طبیعتاً اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان که این امروز یکی از باز دغدغه‌های قشر جوان هست. اما در ادامه به طور مشخص در حوزه ورزش اگر بخوایم بگیم که وزارت ورزش و جوانان چه وظایفی رو تیتروار باید براش تعریف بکنیم، 25 وظیفه وجود داره
که حالا ما اینجا یه مقداری مختصرش کردیم. بله، وظایف مشخصه. ببینید ما در اصل سوم قانون اساسی صحبت می‌کنیم که باید ورزش رایگان باشه. در قانون به عنوان وظیفه وزارت ورزش هم اشاره شده که باید شرایطی رو فراهم بکنه که تربیت بدنی برای همه در همه سطوح رایگان باشه. من رو همین یه موردش بحث دارم، البته مربوط به این دوره هم نمیشه، ولی موقع سوء تفاهم نباشه، ما از سال 1389 که وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد این فرایند رو تا الان داریم بررسی میکنیم. حالا هر بزرگواری که میخواد وزیر باشه مسئولیت داشته باشه. این جزء وظایفی که باید انجام بشه، ورزش رایگان برای همه. طبیعتاً باید برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت برای ورزش وجود داشته باشه. جناب یوسفی، ما سال 2024 می‌خوایم در المپیک شرکت بکنیم. طبیعتاً یک برنامه‌ریزی است دیگه. نمی‌دونم امروز واقعاً ما می‌تونیم به طور مشخص از یک برنامه مدون صحبت بکنیم یا خیر. بازی‌های آسیایی و بی‌نهایت رویدادهای مختلف حالا به لحاظ اون بخش رقابتی برنامه. طبیعتاً مواردی که اشاره میشه، باز اماکن ورزشی باید به نحوی برنامه‌ریزی بشه که برای همه قابل دسترس باشه. امروز من فکر میکنم در همین استان تهران اگر بخوایم صحبت بکنیم، سرانه ورزشی یعنی مساحتی که برای یک نفر که علاقه‌مند به ورزشه فکر میکنم 25 سانتی متر مربع و این یعنی فاجعه. آره، برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن خیلی تمرکز گرایی هست و اینا، ولی با توجه به میزان جمعیت این اتفاقا سرانه نیست. یعنی تهران خیلی پایین، استان تهران که از استانهای فقیر محسوب میشه به لحاظ و محروم به لحاظ این سرانه. خب و جالبه که وزارت ورزش باید تمام فعالیت‌های ورزشی که در هر وزارتخانه، هر سازمان و هر ارگان دولتی و حتی خصوصی میخواد انجام بشه باید در واقع نظارت بکنه. یه پرانتز باز بکنیم، ما به صورت کلی وزارت ورزش و جوانان رو مرجع ناظر، حامی و پشتیبان ورزش میدونیم. نظارت، حمایت و پشتیبانی با دخالت فرق میکنه. به نظر میرسه این مشکلاتی که حضرت عالی هم اشاره کردید در ابتدای بحث، گاهی اوقات به خاطر اون در واقع تداخل این بخش آره، تداخل یعنی نظارت تبدیل به دخالت میشه و اصلا کلا تولید مشکل میکنه. یه نکته که اشاره شده، صدور و لغو مجوز فعالیت رشته های ورزشی است. ببینید ما به هر حال باید بپذیریم که جامعه جهانی در ورزش پویاست. میتونیم منتظر باشیم رشته های جدیدی ابداع بشه یا رشته های در خارج از ایران وجود داره که اینا بالاخره میاد. خب کارشناسی اولیه‌اش در وزارت ورزشه. ولی یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، در هیچ کجای قانون وظایف وزارت ورزش نگفته که بعد از اینکه این رشته کارشناسی شد کجا بره فعالیت بکنه. یعنی یک فردی میره یه رشته ای رو میاره، این رشته کارشناسی میشه و مفید برای ورزش کشور تشخیص داده میشه. همین تقسیم بندی فدراسیون هاست، تقسیم بندی دعوای اخیر بین جسمانی و همگانی. دقیقاً ببینید اون رشته ای که وارد کشور میشه، اینکه کجا بره فعالیت بکنه اون دیگه با تشخیص اون مرجع فنیشه که میاره. وزارت ورزش تا این حد باید بره جلو که بله این ورزش فعالیت بکنه، من مجوز میدم کار بکنه، ولی اینکه کجا بره این رو باید دست اون افراد رو باز بذارن که بتونه بر اساس اقتضائات انتخاب بکنه. و همینجا ما خیلی چالش داریم در مورد رشته های رزمی و حتی در واقع رشته های غیر رزمی. طبیعتاً باز مشخص هست دیگه، ما در مورد اونقدر تو این زمانی کم الان میرسیم بله. که یه مقدار راجبه جلوتر راجبه اساس بله. من به نظرم من. اون قسمت آخری هم که اشاره بله. میکرد به حمایت از جایگاه نمایندگان کشورمون بله. در مجامع بین المللی، جناب یوسفی این هم یه نکته ایست که بسیار مهمه. ببینید حالا حضرت عالی اشاره کردید، من به عنوان یه فردی که میتونم بگم به اذعان جامعه کارشناسی ورزش کشور و سایر عزیزانی که شاید به تعداد انگشتان یک دست باشن، عالی ترین کرسی های بین المللی رو کسب کردیم، ولی واقعا میتونم بگم که حمایت خاصی نبوده. یعنی این یک گفتمان دیپلماسی بوده که الان شخصا انجام دادم. الان دبیر کل فدراسیون بین المللی ساواته هستید بله، درسته؟ بله. ساواته رو برای بینندگان می خیلی کوتاه بگید، یه 30 ثانیه بد نیست که حالا این آره، رو هم گفتیم اینجا اشاره بکنیم. برای ساواته جزء رشته هایی است که در المپیک 1924 پاریس حضور داشته، حدودا 100 بله. سال پیش. این احتمال وجود داره که در المپیک 2024 هم به عنوان یک بخش نمایشی حضور داشته باشه. رشته ایست که مورد تایید گایس به عنوان یک مرجع عالی ورزش جهان و وابسته به IOC است. من اگه بخوام برای بینندگان محترم جایگاه این ورزش رو توضیح بدم، اگر ما صحبت از کاراته، تکواندو، جودو، ووشو، بوکس و رشته های شناخته شده می‌کنیم،
رشته هایی مثل ساواته، مثل مویتای، مثل جوجیتسو، مثل کیک بوکسینگ واکو، اینا هم ارزن، هم ردیفن. هم ردیفن، از زیر مجموعه نیستن. خیلی سبک و اینا داریم تو. حالا من یه چیزی میگم فردا برای خودم دردسر میشه، چون من میدونم دوستان از انواع اقسام سبک ها داریم که زیر مجموعه های رشته های اصلی هستن. میفرمایید ساواته هم ارزه در واقع. هم ارزه. ببینید حالا البته دوستانی که در زمینه رشته های رزمی فعالیت میکنن، برای به ما هم لطف دارن و خودشون هم میدونن که ما به جز 7-8-10 تا رشته اصلی، بقیه به لحاظ بین المللی جایگاهشون در حدی نیست که بخوان در این تراز و عیار مطرح بشن. ما احترام میذاریم به زحمات همه اساتید، همه ورزشکاران، داوران و مربیان، ولی صحبت از جایگاه در واقع این ورزش هاست. خب وزارت ورزش به هر حال باید حمایت بکنه. دیپلماسی ورزشی هم بود. الان شما دبیر کل فدراسیون بین المللی شدید که خب این ارزشمنده و این ممکن داره تلاش میکنه که جای خودش رو برای المپیک باز کنه. درسته؟ به هر حال تمام ورزش ها افقشون المپیکه. من مسئولیت دیگرم به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا داریم تلاش میکنیم که انشالله این رو در شورای المپیک آسیا رسمیش بکنیم، جزء رشته ها بیاد و حتما در این گذر کمیته ملی المپیک باید به ما کمک بکنه که بتونیم، چون دبیرخانه در ایران هست، بتونیم ان شاء الله اهداف اون رو پیش ببریم. آرزو ببندیم بریم سراغ اونجا. آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی متشکرم. ممنون. یه مقدار با سرعت بریم که دیگه نمیدونم چقدر دیگه مونده. ببینید در سال 1400 تیر ماه سال 1400 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتور بعد از اینکه هیئت دولت تصویب کرد، مجلس محترم تصویب کرد، شورای محترم نگهبان رسما ابلاغ شد و در واقع فدراسیون ها برای خودشون یک اساسنامه تیپ مستقل پیدا کردن. آره میتونیم بریم در واقع بعدی رو توضیح بدیم که در واقع در اینجا اشاره میکنه که ماده یک، آنچه که به عنوان شرح وظایف فدراسیون های ورزشی آماتور هست، این خیلی مهمه. یک نهاد عمومی غیر دولتی و شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی اداری با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار رشته یا رشته‌هایی که تحت پوشش قرار میده. خیلی ساده میخوام عرض بکنم، فدراسیون ورزشی که متولی رشته تخصصی است، عالی ترین مرجع فنی و اجرایی اون ورزشه. تمام جناب آقای یوسفی، بینندگان محترم، اموری که به اون رشته ورزشی یا رشته‌های تحت پوشش برمیگرده به عهده فدراسیونه. بله، اهم از اعزام ها، برگزاری دوره های داوری، مربیگری، مسابقات، میزبانی رویدادهای بین المللی، هر آنچه که هست. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، وزارت ورزش و جوانان با این توضیح اساسنامه فدراسیون ها کجای کار قرار داره؟ میگه باید نظارت بکنه. اگر قرار یک تیم ملی اعزام بشه، صفر تا صد کار با فدراسیونه. من میخوام اینجا نقدی وارد کنم، شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان اگر مصوبه ای از هیئت دولت داره، اگر شورای محترم نگهبان تصویب کرده، بیان ارائه بکنه. دهیه شما میگید درون سازمانی و درون وزارتخونه ای همین موضوع، یعنی همین موضوع که یک مرجعی خارج از یک فدراسیون تخصصی بیاد رو اعزام ها نظر بده، این یعنی مساوی با خطر تعلیق، چون کمیته بین المللی المپیک نمیپذیره. میگه فدراسیون متولی این کاره و حتما فدراسیون ما بهش اعتماد داریم و میدونه که بر اساس اقتضاعات آیا تیمش رو باید اعزام بکنه یا نکنه. در ارتباط به وظایف و اختیارات فدراسیون ها ادامه بحثمون هست. 26 وظیفه به طور مشخص وجود داره جناب آقای یوسفی، که قطعا شما فقط به نظر من یکی دو تا نه اصلا کاملا مشخصه. نه مشخصه، بینندگانمون هم میبینن. در یک کلام اشاره کردم، هر آنچه که صفر تا صد مربوط به وظایف در واقع اجرایی، فنی و مدیریتی یک رشته ورزشی در باب توسعه همگانی، قهرمانی، اعزام ها، همه در اختیار فدراسیونه. وزارت ورزش فقط باید حمایت بکنه، بر اساس برنامه اون فدراسیون در واقع بیاد حمایتش بکنه. حالا بحث بودجه نمیگیم، میگیم حمایت مالی، چون قانونا وزارت ورزش نمیتونه بودجه بده به یک تشکیلات غیر دولتی، ولی حمایتش، میگیم حمایت میکنه. دوستان وزارت ورزش و جوانان، این ایراد من تشکیلات غیر دولتی در واقع فدراسیون ها NGO هستن، نمیتونن به خاطر همین باره. در واقع و وزارت ورزش خیلی وقتا من شنیدم در برنامه، حتی در همین برنامه میگفتن خب ما که داریم بودجه میدیم از جایگاه حاکمیتی، حق دخالت نداریم. میگم نه خیر، شما حق دخالت نداری.
شما باید نظارت بکنید. همونجوری که در همه جای دنیا فدراسیون ها بودجه میگیرن و کمک میکنن. صدای آرومی که نهادهای خارجی نشنون میگم آقا دخالتم بکنید، آخه با راه و روشش دخالت. با روش من میگم آقا مثلا آقای حسارکی پولشو میده اینجا، اگه پول این برنامه رو میده نداره بگه که اینجا مثلا پیمان نشینه یکی، ولی شکل و شمایل قصه رو خب رعایت بکنید، سر و صدای همه رو در نیارید. این که دیگه کار سختی نیست. ما واقعا یه مقدار تعداد لا اله الا الله به ضرب المثلش هم ولش کن دیگه. ببینید به بعضی چیزا راضیم، همین هم رعایت نمیکنن. من مثلا دارم اینو میگم، ما میخوایم بگیم بله ممکنه در خیلی از کشورهای دنیا دخالت هم باشه. بله. ما نمیتونیم یک شرایطی رو بگیم نه هیچ دخالت نمیکنه، ولی بنا به فرمایش حضرت عالی اصولی داره. ما چرا باید برای در واقع اون بحثی که فکر میکنیم باید حضورمون پررنگتر باشه در امور فدراسیون ها، چرا به روشی عمل میکنیم که بالاترین هزینه رو بپردازیم؟ بالاخره مشخصه دیگه، رئیس فدراسیونی که انتخاب میشه، مجمعی که میاد رئیس رو انتخاب میکنه، حتما باید تابع قوانین کشور باشه، حتما باید تابع در واقع سیاست وزارت ورزش باشه. ولی نوع ادبیاتمون، نوع گفتمانمون به نظر من باید در خیلی جاها اصلاح بشه. تازه اینی هم که من گفتم تازه خیلی رسمی و پذیرفته نیست، خیلی ایراد به این حرف منم وارد میگه. آقا یعنی چی که میگه؟ خب قانون میگه نکن دیگه مثلا. را شما چرا میگی حالا ایراد نداره؟ من حالا بر اساس شرایط فعلی دارم میگم. حالا ببینیم سریع یه مقدار بریم جلو، وقتمون تمومه آقا. دوستانمون خب ما رو کشتن و چون نمیرسیم. آقای یوسفی ماده 14 در واقع اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی میاد در مورد اختیارات مجمع عمومی صحبت میکنه. مجمع عمومی در یک بیار بینندگان میتونن ملاحظه بکنن، مجمع عمومی عالی ترین رکن سیاست گذاری و تصمیم گیری در هر فدراسیون ورزشی است. ترکیبش هم مشخصه. الان فیفا صراحتا داره میگه که در مجمع عمومی نماینده دولت نباید باشه، اگر هم هست حق رأی دادن نداره، چرا که فدراسیون انجام میدونه. خب الان وقتی ما میگیم مجمع عالی ترین رکن سیاست گذاری تصمیم گیری است، اینجا خیلی از دوستانی که فکر میکنن باید تو مجمع باشن اولا دیگه جایی براشون وجود نداره، مگه اینکه یه صندلی به زور اضافه بکنن براشون. خب اونم دیگه یا مثلا مهمان افتخاری مثلا باید بزنن. مهمان افتخاری یعنی باشن، یعنی حق رأی نباید داشته باشن. و مثلا آقای یوسفی من یه مثال براتون بزنم، من چون مدل انتخابات فدراسیون فرانسه رو کاملا ریز من بررسی کردم، حدود 100 نفر از داوران، مربیان، ورزشکاران، باشگاهداران، همه کسانی که مربوط به اون رشته‌اند در حالا شهرهای مختلف استان فعالیت میکنن، اینها میشینن در یک مجمعی که اصلا وزارت ورزش هم حضور نداره، 20 نفر رو به عنوان هیئت رئیسه یک فدراسیون انتخاب میکنن، اون 20 نفر از بین خودش رئیس، نواب رئیس، دبیرکل، خزانه دار انتخاب میکنه، یه گزارش مینویسن آخرش خطاب به وزارت ورزش که این مجمع در این تاریخ برگزار شد، اینها هم انتخاب شدن و از این روز با این ترکیب این فدراسیون کار می‌کنه. تازه سر فوتبال ما اینو هی گفتیم آقا سطح مقطع رو زیاد بکنید، اعضای مجمع رو، اعضایی که واقعا مرتبط با اون چیز هستن، رشته ورزشی و جامعه اون ورزش هستن، هر چی سطح مقطع بیشتر بشه امکان مهندسی سخت‌تر میشه، کسی دخالت و امور میفته دست خود اون جامعه اون ورزش. آقای یوسفی من اینو بارها گفتم، اسم برنامه شما ورزش و مردمه، ورزش متعلق به مردمه، ورزش یک پدیده اجتماعی است، ورزش از دل جامعه خارج میشه. ما اگر بگیم ورزش رو از جامعه خارج بکنیم و بخوایم در واقع، این نمیشه. ما باید اعتقاد داشته باشیم که ورزش که پدیده اجتماعی است و دولت هم میاد و کمک میکنه به توسعه ورزش. اگر این نگاه باشه، اگر اعتماد باشه، باور بکنید که جامعه چند میلیونی ورزش بی نهایت میتونه بیش از اینی که هست رشد بکنه و افتخارات خیلی خیلی بیشتری انشالله برای کشور بیاره. انشالله دیگه فکر کنم بحثا تموم شد و ماده 22 هم میگه نامزدهای ریاست. اینم در یه خط بفهمید. میخوام بگم که شما در هیچ کجا از این شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون، بحث این که یک نفر بگن صلاحیت مدیریتی داره یا یک شورای تشکیل بشه بگن آقا مدیر هست یا نه، شما اینجا نمیبینید. من فقط اینم بگم خاتمه این بحث، ببینید اگر قراره یک شیوه نامه، آیین نامه یا دستورالعمل در راستای اجرای این اساسنامه ها نوشته بشه، نمیتونه قاعده الزام آوری باشه که فراتر از این بخواد عمل بکنه. و ضمن این که دوستان محترم وزارت ورزش و اونهایی که بر شیوه نامه ها و آیین نامه ها تاکید دارید، ما الان حدود 18 تا شورا در وزارت ورزش داریم و من خیلی خوشحال میشم که دوستان بیان مصوبات دولت، مجلس و شورای نگهبان رو برای این شوراها بیان بگن که اینا وجاهت قانونی داره. اگه من اطلاعی ندارم یا ندیدم،
بنابراین اگر قرار آیین‌نامه هم در راستای این اساسنامه نوشته بشه و بشه یک قاعده الزام‌آور، باید اون شرایط رو طی بکنه و در تضاد با این قانون اصلی نباشه. خیلی متشکرم حمیدرضا حصارکی عزیز، امیدواریم که مفید فایده باشه برای دوستانی که باید به این مسائل توجه بکنن. نوبتی هم باشه، نوبت فوتبال. آقای حصارکی خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. انشالله این قول از شما بگیریم که این مباحث رو انشالله بتونیم فراخور کنیم. انشالله یه مقدار با ریزتر بعد هم در خدمت خیلی باشه. مرسی. بعد از این بهترین های هفته هفتم، سلام بر علی مغانی عزیز، خیلی خوش آمدید. به نام خدا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما یوسفی عزیز، همه بینندگان و همراهان برنامه برد شما مردم. قبل از هر چیز اجازه بدید درگذشت ناباورانه یزدان راد، اسطوره و شناسنامه پرورش اندام رو تسلیت بگم، یادی بکنم از یزدان راد. آیه یوسفی روح شاد باشین. یزدان راد از جمله افرادی بود که اگر ما امروز می‌بینیم در پرورش اندام مدال‌های متعدد آسیایی و جهانی داریم، قهرمان مطلق جهان هستیم. بخشش ثمره فعالیت‌های ایشون و دوستانشون و گروهی از پیشگامان پرورش اندام بودن که در دهه 70 خیلی زحمت کشیدن. روح شاد باشه. اما بریم سراغ پرونده این هفته. یه نگاهی کردیم به لیگ برتر بعد از 7 هفته‌ای که برگزار شده، البته دیروز 2 بازی از هفته هشتم هم برگزار شد، و مواردی که در واقع قابل ذکره و میشه بهش اشاره کرد این که آقای یوسفی طبق معمول همون همیشگی لیگ برتر ما کم گلتر از همیشه داره دنبال میشه. وقتی نگاه میکنیم به 57 بازی که
تا به حال برگزار شده بیشترین نتیجه‌ای که رقم خورده همونجور که می‌بینیم 16 بازی 0-0 بوده بدون گل و 13 بازی با حداقل گل 1-0. در واقع 50% نتایج لیگ برتر تا اینجا با همین دو نتیجه رقم خورده. رقم مایوس کننده ایه. بسیار بسیار. ببینید ما در واقع در کشورهایی که فوتبال به تازگی توش توسعه پیدا کرده در واقع دو دهه اخیر نگاه بکنیم، مثلا به طور مثال ایالات متحده آمریکا، تماشاگرها وقتی میرفتن بازی 0-0 تماشا میکردن متوجه نمیشدن که چرا، میگفتن پس برای چی اومدیم 2 ساعت نشستیم اینجا چی رو تماشا کردیم وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد. به همین خاطر اواخر بازی وقتی 0-0 میشد در آخر بازی ضربات پنالتی میزدن، حالا به یه شکلی برای اینکه برنده مشخص بشه. اما به هر حال این احتیاط همچنان در لااقل در شروع لیگ برتر ما وجود داره. نکته بعدی این که این در واقع کم گل بودن، یک اتفاق دیگه هم افتاده، تعداد تساوی ها بسیار بسیار زیاده. وقتی که نگاه میکنیم ما 3 تیم رو الان داریم که شکست نخوردن و جالبه هیچ کدومشون صدرنشین نیستن. یعنی ما اگه سال گذشته به خاطر اینه که بیشتر مساوی کردن تا اینکه ببرن. بله بله، ما وقتی که نگاه میکنیم فولاد که در رده هفتم یک بازی هم کمتر کرده، بازیش با ملوان تعویق افتاد، 2 برد و 4 مساوی داره. زوباهن با آقای تارتار که همه رکوردها رو شکست با 6 مساوی پیاپی شروع کرد، تا به امروز 1 برد و 7 مساوی داره ولی نباخته بازی. با این نباخته و در رده هشتمه و در رده نهم مثل رفسنجان رو میبینیم با 1 برد و 6 مساوی. این در واقع خیلی جالبه که ما میبینیم صدرنشین هامون حداقل یک بار شکست خوردن تیم‌های بالای جدول، اما تیم‌های هفتم هشتم نهم جدول همچنان بدون باخت با همون مساوی‌ها دارن ادامه میدن. محافظه کاری و احتیاط داره موج میزنه کلن. دقیقا. بریم به سراغ تراکتور که با قربان بردیف شروع ناامید کننده ای داشت. خیلی در واقع بعد از فصل ضعیفی هم که فصل گذشته داشتن انتقاد میشد که تراکتور به حال تیم بزرگیه با اون هواداران پرشورش. در 3 بازی اول فقط 1 امتیاز گرفتن با 2 شکست و 1 تساوی، اما در 4 بازی اخیر اصلا به طور کلی تیم متحول شده، در 10 امتیاز گرفتن. اگر فقط 4 هفته اخیر رو نگاه بکنیم موفق ترین تیم لیگ برترن، تونستن که بیان خودشون رو نزدیک بکنن تراکتوری ها به بالای جدول. با توجه به هواداره پرشوری که دارن، امکاناتی که تو این چند فصل انصافا هم مالکش هم انرژی که هوادارا گذاشتن، یه مقدار ارزش و جایگاهش بیشتر از اینی هست که باید باشه و این یک نوید شروع خوبه براشون این 4 هفته اخیر. بله همینطوره. نکته بعد این که ما باز هم میبینیم که بلافاصله بعد از نتایج ضعیف تغییرات در نیمکت‌های لیگ برتری شروع شده. 1-2 تا نیمکت دیگه هم زمزمه‌ها و شایعه‌های درباره‌اش هست. اولین در واقع قربانی این اتفاق آقای پرکاس بود که جای خودش رو به فیروز کریمی داد در تیم نفت آبادان. نفت آبادان فعلا در رده 15 جدوله و به هر حال باید ببینیم که در هفته‌های آینده و قبل از نیم فصل ما باز هم تغییراتی در نیمکت تیم‌های لیگ برتری خواهیم دید یا نه. به نظر میرسه که این اتفاق بیفته و ما در سال‌های گذشته در واقع یک جو منفی وجود داشت، میگفتن خارجی های بدون کار کرد که میان فقط پول میگیرن میشنه رو نیمکت تاثیرگذار نیستن. ما امسال نمونه های خوبی داریم در لیگ برترمون از بازیکنانی که واقعا موثر بودن، درسته که شاید با قیمت در واقع بالاتری استخدام شدن ولی اون اثرشون رو نشون دادن. باید به یورگن لوکادیا اشاره بکنیم که خوب بوده، فوق‌العاده بوده با اینکه دیرتر اضافه شد و مشخصه که هنوز به لحاظ بدنی لااقل در هفته‌های اول چندان آماده نبود، اما از 8 گلی که پرسپولیس زده 4 گلش رو لوکادیا زده. اگر مهدی ترابی هفته گذشته اجازه میداد پنالتی رو بزنه شاید این عدد 5 میشد. و ریکاردو آلوز یکی از پدیده‌های لیگ، بازیکن فوق‌العاده تراکتور، 8 گلی که تراکتور زده 5 پاس گل رو ریکاردو آلوز ارسال کرده و این نشون دهنده اینه که وقتی خارجی با کیفیت میاد وارد لیگ ما میشه چطور میتونه اثرگذار باشه. خیلی متشکر علی مغانی عزیز. در ادامه صحبت لیگ شما، ضمن اینکه با شما خداحافظی هم میکنم، سلام میکنم به آقای سهیل مهدی
آقای مهدی عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر. جناب یوسفی عزیز سلام دارم خدمت شما، بینندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون. آقای مهدی عزیز، اول از آخرش شروع بکنیم، این شهرآورد بالاخره برگزار میشه یا نه؟ الان که ساعت 13 و 25 دقیقه ظهر جمعه هست، 15 مهر ماه، تا این لحظه بالاخره قرار برگزار بشه یا بمونه بعد جام جهانی؟ ببینید تا این لحظه که خدمت شما هستیم برنامه هفته 12 هم که در روزهای همسی که چه فرمودیم 12 هم و 13 هم آبان ما قرار برگزار بشیم، مشکل به لحظه برگزاری زمان بندی و برگزاری نداریم. اون تایی تو بستی که هستش بسته برنامه های تیم ملی کشورمون هستش که باید منتظر میشیم که بیدیم به سمان خیلی میگسته. یعنی آقای مهدی مشخص نشده، درسته؟ یه من برم گوشید دمیلی با هم که از 15 هم خواهد بود. من به قول معروف منتظرم که این مینی کمپ رو به قول معروف ما اعلام کنم، به من که این اتفاق بیفته و قطعی بشه مسلما ما میتونیم که برنامه هستی 12 هم رو مشخص کنیم. یعنی فعلا بنابر برگزاری، مگر اینکه برنامه تیم ملی تغییر جدی بود. حالا برنامه تیم ملی، آیا تا قبل از اونم هفته گذشته خدمت آقای نبی بودیم، این ابلاغ شده به باشگاه‌ها که واقعا بازیکنانشون باید در اختیار تیم ملی باشه بعد از برگزاری هفته‌ها مسابقات و مثلا اون 48 ساعت بحث ریکاوری و اینا؟ ببین بله، در رابطه باشگاهی که تیم ملی بازیکن تیم ملی داشتن تا این تاریخ این ابلاغ صورت گرفته. صحبت که خود من شخصا با کیروش داشتم گفتم که من هنوز لیگ رو رصد میکنم و نگاه میکنم و هر لحظه ممکنه که بازیکن جدید رو بخوام دعوت کنم، اما تا این لحظه بازیکنی که دعوت شدن و تو برنامه تیم ملی هستن تو برنامه ریکاوری قرار میگیرن و بله طبق برنامه که هست هفته های اول، یعنی دو روز بعد از روز مسابقه در خدمت تیم ملی هستن و بعدش هم ملحق میشن به باشگاهشون برای رقابت های آخر. آقای کیروش، آقای مهدی عزیز، آقای کیروش کی قراره دقیقاً برنامه‌شو مشخص کنه که از کی تیمو کامل در اختیار میگیره؟ فکر می‌کنم که یه مقدار منتظر هستم، چون ببینید مثلا عرض می‌کنم تیم‌های قطری و لیگ قطر هم زود تعطیل میشه برنامه‌شو، بس لژیون‌های قطر اینون میتونن که به تیم ملی ملحق بشن خارج از خواهر بحث روسای فیفا. فکر می‌کنم زودتر ملحق بشن. فکر می‌کنم منتظرن که به قول معروف لژیونرها و بازیکنان اصلیشون قطعی بشه به لحاظ برنامه درصدی که دارن انجام میدن و متناسب با اون اگر مینی کمپشون بره به ساعتی که قابل برگزاری بشه و حد اکثر بازیکنان رو داشته باشن این رو به ما اعلام می‌کنن. آقای مهدی عزیز، آدم لیگو نگاه میکنه حیفش میاد، مثلا بازی پرسپولیس تراکتور، استقلال فولاد، پرسپولیس سپاهان، اینا بدون تماشاگر باشه. فعلا وضعیت دست فرمون همینه، با این منوال داریم میریم، درسته؟ به هر حال بله، به غیر از سازمان لیگ که برگزار کننده مسابقه هست، چون میدونی که ارکان زیادی در کنار ما صاحب نظر و تصمیم گیرنده هستن. بله. و در بعضی از شهرها و بعضی از استادیوم ها ما نیاز داریم که خب در همه البته نیاز داریم که همیاری و همکاری پلیس رو در کنار خودمون داشته باشیم و سازمان های نظارتی رو این عزیزان ها رو برنامه برنامه‌ریزی محلی و موقعیتی که دارن بعضا نیاز هستش که با همین دست فرمون بدیم. بسیار عالی و خیلی ممنون از این که همیشه هم پاسخگو هستید آقای مهدی عزیز. این سوال دیگه بنده ندارم. اگر آقای مهدی شریفی هم اینجا، من سلام عرض میکنم به شما به عنوان حسن ختام از دوست و رفیق شفیقتون، البته رفیق همه ماست آقای مهدی، سوالی دارید یا نه؟ که سلامت باشید. من اول اجازه میخوام سلام کنم به مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، امیدوارم که اتفاقای خوبی در ساعت‌های آینده انتظار هممون رو بکشه. آقای مهدی، من خسته نباشید میگم به شما، کار سختی دارید. این قضیه 48 ساعت بعد از بازی‌های لیگ که آقای کیروش گفته بازیکنان ملی پوش باید در اختیار من باشن و در واقع میخواد ریکاوری رو به عهده بگیره، ابلاغ رسمی شده به باشگاه‌ها؟ تازه که من میدونم مستقیما خود آقای کیروش با سرمربیان تیم‌های استقلال و سپاهان صحبت داشتن، با یحیی گلمدی نمیدونم حالا به واسطه همکارشون بود یا خودشون صحبت باز مستقیم داشتن با سرمربی‌ها در تعامل بودن. حالا ابلاغ و نامه نگاری رو من از طرف سازمان دیگه انجام ندادم، ولی اگر فدراسیون اقدام کرده باشه اطلاع ندارم، اما میدونم که سرمربیان مستقیما با هم در تعامل بودن. استدلال خوبی هم داشتن آقای کیروش، گفتن که ما اگر بخوایم تیم رو بریم توی کمپ طولانی مدت و یا تعطیل کنیم لیگ رو،
چون درصد بالایی از بازیکنان لژیونرامون حضور ندارن عملا به درد ما نمیخوره. اینکه این دو روز و سه روز ریکاوری رو که فقط هم بحث کار بدنی و ریکاوری هست رو انتظار داشتن انجام بشه، به خاطر اینکه میخوان توان بدنی بازیکنانی که توی لیگ هستن رو برسونن به سطح توان بدنی که در رقابت ها لازم است در جام جهانی و بتونن حداکثر استفاده از این فرصت رو داشته باشن. خیلی متشکر جناب آقای مهدی عزیز، براتون آرزوی توفیق میکنیم. خدا حافظ شما باشه. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای صفی، می‌خوایم راجع به کیروش صحبت کنیم. هیچ گونه شرحی من با شما دقیقاً 4 5 دقیقه بیشتر نداریم. همین سریع بگم که ما می‌خوایم راجع به کیروش صحبت کنیم. تیترمون کیروش همانی که بود. حالا قبل از اینکه کیروش بگی ببخشید گفتم همش مال تو، ولی نمیتونم. اولا مهدی طارمی هفته آماده‌ای رو پشت سر گذاشت. بازیکنان تیم ملی رو داریم رصد می‌کنیم. دو تا پاس گل داد، یه گل زد، گل قشنگی هم زد که وی ای آر قبول نکرد برای پورتو. دو تا پاس گل داد. کریم انصاری فرد دیشب شاید مهمترین گل زندگیشو به منچستر زد با اومانیای قبرس و سردار آزمون هم براش آرزوی موفقیت میکنیم. سردار و سلامتی. و سلامتی منظورم دقیقا همین بود، چون این که خبرهایی که میگن میرسه نمیرسه، امیدواریم برسه و قطعا نگران سلامتیش هستیم. انشاءالله سردار آزمون هم خواهد رسید. دقیقا کیروش همانی که بود. سلامت داشتید. کیروش همانی که بود. چرا این تیتر رو انتخاب کردیم آقای صفی؟ وقتی که کارلوس کیروش دوباره قرار شد برگرده به سمت سرمربیگری تیم ملی ایران، منتقدین گفتن که آقا دوباره قرار اون اتفاقهای گذشته تکرار بشه، دوباره اون انتقادهایی که بعضیاش هم به جا بود رو ما به کارلوس کیروش داریم. ولی خب اومدن مسئولین مسابقه کردن، گفتن نه آقا با آقای کارلوس کیروش صحبت کردیم و انتقادها رو قبول داره، یکم تغییر کرده کارلوس کیروش. تو این حدود یک ماه و نیمی که کارلوس کیروش اومده سرمربی تیم ملی ما شده، که دو تا بازی دوستانه هم انجام دادیم، یکیش رو بردیم اوروگوئه رو 1-1، یکیش رو هم با سنگال 1-1 مساوی کردیم، یه سری اتفاق ها افتاد که نشون میده که نه آقا آقای کیروش اصلا تغییر نکرده و همونی که بودن هستن. اصلا از همون لحظه ورودشون، وقتی که مترجمشون اومدن کنارشون، که دلمون هم تنگ شد برای آریان قاسمی عزیز، هر جا اصلا حالشون خوب باشه، معلوم شد که آقا تیم خودش رو میخواد یواش یواش بیاره اضافه کنه. حق هم داره، به هر حال زمان اندکه تا جام جهانی، دوست داره کسایی که بهش اعتماد دارن کنارش باشن. بعد دومی تصمیمی که گرفت این بود که حامد مؤمنی رو گذاشت کنار، مدیر دپارتمان تیم ملی مهدی خراتی رو آورد اضافه کرد، کسی که باهاش سالها کار کرده بود. بعد دستیارانش رو معرفی کرد، 5 دستیار خارجی آورد همراه خودش که 3 تاش قبلیا بودن، کسایی که باهاشون کار کرده بود. یکی از انتقادهایی که همیشه به کارلوس کیروش تو دوران قبلی وارد بود، دستیار ایرانی بوده. آقای کیروش خیلی سخت کار میکرد با دستیاران ایرانی و یه جاهایی هم انتقاد هم داشت. سخت. من یه خبر خوش این وسط بدم، عزیزانمون در پخش شبکه 1 3-4 دقیقه به ما وقت اضافه دادن. من... درست اون چیزی که برای شما یه تنفس حیاتی میتونه خیلی داشتم بودو میگفتم. آره. یکم پس آرومتر بگم. آره. کارلوس کیروش همون تصمیمی که تو دوران قبلی درباره دستیار ایرانی داشت دوباره انجام داد. سنگ بزرگ نشانه‌ای نزدنه. من از حامد عزیز میخوام نشون بده اون عکس کارلوس کیروش کنار مهمترین گزینه، نه دیگه، مهمترین تنها گزینه‌ای که آقای کیروش گفته بود، یا جواد یا هیچ کس. و در واقع یه سنگ بزرگی رو انتخاب فلنگ کرد، فلنگ یا هیچ کسه شده. آره. الان اصلا هیچ کس دیگه. یه کسی رو انتخاب کرد که جواد نکونام الان یه پروژه حدود 300 میلیارد تومانی رو با فولاد خوزستان شروع کرده، هدف داره قهرمان لیگ برتر بشه تو کورس رقابت‌های بین‌المللی. منظورت اینه نگفت دستیار ایرانی؟ نه، ولی گشت یکی رو گفت که میدونست نشده. دقیقاً. خود آقای کارلوس کیروش هم شاید میدونست که جواد نکونام برگشت به عقب نمی‌کنه. بلند پروازی‌های بسیاری داره آقای نکونام با فولاد خوزستانی، بلند پروازی‌هاش رو شروع کرده و خیلی هم نزدیک به اهدافش. چرا بعد اهدافش رو رها کنه، دوباره برگشت به عقب بکنه، بیاد دستیار آقای کیروش بشه؟ و بعد از جواد نکونام هم که گفت هیچ کس رو انتخاب نمی‌کنم و قبول ندارم تو دستیار ایرانی، دقیقاً رفتاری که گذشته هم ما دیده بودیم از آقای کارلوس کیروش. اما تو یه جای دیگه دوباره آقای کارلوس کیروش یادآور صحبت‌های قدیمی شد. این سوالی که الان من از آقای سهیل مهدی کردم، یکیش این بود دیگه. آقای کیروش اصلا درگیریش با برانکو این بود که میگفت آقا من ریکاوری در داخل لیگ برتر ایران رو قبول ندارم و باید بازیکنان بیان به عهده تیم ملی تا شخصا ریکاوری بازیکنان رو به عهده بگیرم. الان دوباره بعد از گذشت حدود 4 سال این تصمیم و این حرف خودش رو تکرار کرده و این که میگه بازیکنان بعد از هر هفته که لیگ برتر ایران برگزار میشه باید
بیان به اردوی تیم ملی و دو روز با من باشن تا ریکاوری رو من انجام بدم، با اینکه حتی خیلی از مدیران، با اینکه حتی خیلی از مربیانی که داخل لیگ برتر هم هستن هموطن خودشان، اما نشون میده که دوباره سطح لیگ برتر ایران رو قبول نداره و میخواد ریکاوری رو خودش انجام بده. یه نکته مهم دیگه ای هم که هست، منم بعید میدونم این کارلوس کیروشی که ما میشناسیم، همون چیزی که ناظر بر حرفای شما، بعید میدونم یه سه هفته این نزنه تو گوشش و همین رو میخوام این بگم. رو تیم رو با خودش نبره. یعنی اگه این نباشه دیگه اسمش کارلوس کیروش نیست، باید این کسی دیگه است. دقیقاً فکرم میکنم همین کار رو انجام میده، حداقل یه سه هفته تیم رو در دقیقاً دارد. اصلا آقای سهیل مهدی که همین چند دقیقه پیش باش صحبت کردیم، ماهای گذشته زمانی که آقای اسکوچیش سرمربی تیم ملی بودن مدام مصاحبه میکردن با برنامه ما، برنامه‌های دیگه معاونت صدا و سیما مصاحبه میکردن، میگفتن که آقا حتما لیگ برتر رو ما تا پایان نیم فصل برگزار میکنیم، بعد میریم به سراغ جام جهانی. اما همین الان داریم میشنویم دیگه، آقای کارلوس کیروش مشخص کرده که سه هفته زودتر از پایان نیم فصل لیگمون تموم میشه و باید برن تیم هم جام جهانی. دوباره یاد اون اتفاقهایی که 4 سال پیش 5 سال پیش شاهدش بودیم از کارلوس کیروش داره تکرار میشه و تیترمون تیتر جالبی بود دیگه، کارلوس کیروش همونی که بودش بود. ولی این رو هم اضافه بکنم که بالاخره دوتا نتیجه‌ای که در برابر سنگال و اوروگوئه گرفت و ما رو دوباره آورد توی 20 اول دنیا، شاید این همون چیزیه که به هر حال خیلی چیزا رو میشوره میبره. بله. و مردم نتیجه رو میخوان. اینا رو گفتیم ولی اینم بگیم که بالاخره خیلی از مردم کارلوس کیروش رو با همین لجاجتاش، با همین یکدندگیاش، با همین نمیدونم همینی که من میگمه، با این چیزاش قبول کردن، میشناسنش و شاید نتیجه گیری براشون مهمتره. یعنی توجه میکنیم ما بگیم من خداییشم. حدود 2 ماه پیش تیم ملیمون یکم ریخته بود به هم، چند دستگی، نمیگم 2 دستگی، تیم ملیمون قبل از اومدن آقای کیروش شاهدش بودیم. الان کمتر شده، نمیگم از بین رفته، ولی خب کمتر شده و این اتحاد بازیکن‌ها باید بیشتر بشه. ما خیلی کم مونده دیگه به جام جهانی و یه تیم ملی بیشتر نداریم. مطمئنم که این نتیجه خوب توی جام جهانی همین اینا رو میشونه میبره، باز کارلوس کیروش میمونه رو دوش هممون که انشالله اینطوری باشه ها، یعنی انشالله نتایج خوب باشه. و خیلی ممنون آقای مهدی شریفی عزیز، ممنون شما بیننده گرامی و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم، حال خوش، دل آروم، لب خندون براتون آرزو میکنیم، انشالله که بهش برسیم هممون. خدا حافظتون باشه.